ملت ایران ملت بدبخت و عجزه‌ای هستیم. یه مقطع که دست اعلیحضرت و تیپ تاپش بودیم و الان هم که دست یه مش آخوند پچه برادیده افتادیم. از ما بیچاره تر زنای ما هم که دیگه افتادن دست این آخوندا. یه مش آدم عقب افتاده و فناتیک که اصلا دید اینها واجب زن به عنوان انسان نیست. اینا زن رو اصلا انسان نمیدونن، کالا میدونن. شما ببینید در کل اسلام، در کل قرآن بگرد، یه لغت عشق میتونی پیدا کنی. اینا اصلا نمیدونن عشق چیه. چرا؟ چون عشق مال یه جامعه‌ایه که زن و مردی درش آزاد باشن، بتونی ابراز عشق کنی، بتونی طرفا پیدا کنی، بتونی دسترسی بهش پیدا نکنی، مشکل باشه. ولی موقعی که من میرم میخرم یا رودا بردارم میارم که دیگه عشقی وجود نداره برادر من. زمانی که مثل که شما میخواهی الاغ بخری، دیگه الاغت شما میخواهیش سوارشی، ولی دیگه عاشق الاغت که نمیشی. این دیدگاه این الدنگاست راجب زنهای ما. بیچاره الان مدت ها لچک به سر اینا کردن که آقا این باید، خب دریوز تو اگه نمیتونی جلو خودت بگیری، اون چرا باید خودشو بپوشونه؟ این مشکل از توه، نه اون. اون بیچاره که الان هم بیچاره به چه مکافات یکی میدنم بالای صندوق با میسته که اون یکی به پاسبان الدنگ میاد حلش میده، بیچاره پاشو میشکنه. آدم واقعا دلش ناراحت میشه از این زنایی که تو اون طویله ایران به دنیا میان. واقعا اونا دیگه دو برابر بیچارن. از این برم الگوی اینا کیه؟ الگوی اینا میگن الگوی زن باید فاطمه باشه. آخه بابا الدنگ فاطمه کی بود؟ چه بدبخت 9 سالگی 8 سالگی این ازدواج کرد؟ اونم با یه نوخل آدم کشی مثل علی که هر روز با لباس خونی میامد خونه. این میباید رخت و شاخت یارو رو بشوره. از اون ور این چاز شکم هم زهید، یکی هم میگن الان حامله و مزخرفاتیه که بگذاریم. 18 سالگی هم مرد. این علم داشت. این الگو میتونه باشه. با سال 2000 این میتونه برای زن فعلی ایرانی این الگو باشه. بابا انقدری که زن ایرانی درش ظلم شد در این چند ساله در ایران، به هیچ موجودی در دنیا انقدر نشد. چرا؟ افتادن دست یک مش حیوان، یه مش آخوندی که از انسانیت که بونه بودن چی؟ آخه شما آخوندی که میاد اسید میده میپاشه تو صورت زن، این اصلا انسان میشه این حساب کرد؟ اینا یه مش حیوان هستن. من فقط دلم برای زنا و خواهرا و دخترای خودمون میسوزه که افتادن تو دست یه مش الدنگ نامرد. بیا ببین دنیا چه جوری داره میچرخه. شما چه احترامی برای زن داری؟ آقا با کنش تو گونی، چون من ببینم تحریک میشم. تو گاه خودی رئیس تحریک میشی، تو تحریک میشی و به تمک خوند. چرا به دختر مردم ها سخمش میگیری؟ بعدم شما علما هم که همش دائم التحریک هستید، دست بهتون بزنن تحریک میشید. بابا مشکل چیز دیگه دارید شما، مشکل زن نیست، مشکل خودتون است. شما در محیط های بسته بالا میاید، مشکلتون هاشتوسی اینا برای شما درست کردن در کودکی. اینه که میاید علمی هم که نداری، شعوری هم نداری، تنها جایی که حرف برای گفتن داری راجب زناست. وگرنه راجب فیزیک بگی، شیمی بگی، اقتصاد بگی، طبیعت بگی، تاریخ بگی، شما هیچی نمیفهمید. کتاب شما رو برو بخونید. شما برو کتاب بهاءالانوار مجلسی رو بخون. سر تا تش زن یعنی هیچ جنبه‌ای نداره. امام جعفر صادق میگه زن به منزله قلاده است که به گردن خیش میندازی. اون یکی میگه نمیدونم هجره میخوایی بری، اول مواشه بگیر اینجور برشونش، بعد این دعا رو بخونه. اون دعا عین یه حیوان با زن بیچاره رفتار میکنن. یعنی خودشون چون حیوانن ها، یعنی اینا دیدشون برای زن از اون دیدیه که اسلام به اینا داده. در اسلام هم زن یعنی یه موجود بیارزش. ارث نصف میبره، شاهد باید دو برابرش نصف مرد شهادت داره، پیش نماز نمیتونه بشه، قاضی نمیتونه بشه. شما کدوم حیوان رو دیدی که فرق نر و ماده شو بذارن که شما در انسان ها دارین توافق داره بیذاری؟ آخه مرد حسابی خجالت بکشید با این دین و با اون رفتارتون با این مردم. آخه اون دینه، اون معرفته. بابا 2018 میلادی هستیم، قرن 1 هجری نیستیم، زمان محمد رسول الله نیستیم که چادر به کله زنا میکرد چون مرد 57 ساله میرفت با دختر 9 ساله میچرخید که میخواست نبینن اون دختر رو برن عاشقش بشن، این که زیر چادر چاخچور قایم میکرد. الان بابا این دنیا کجا گرفته؟ ول کنید بابا، دست از سر این زنا ایرانی بردارید.
برید پوفیوزا، برید شما دنبال کارهای دیگه تون، اینا رو بدبخت کردید، این هم آزاد به زمین ایرانی رسوندید، برید گمشید در یوسف.